من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفه قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای تراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از عامه و چه از خاصه در این باب کتاب‌های زیاد نوشتند و البته مسائی اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بوده. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به یه ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیرم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدن و به سنت. حتی یه طایفه از چپی ها و کمونیست ها به قرآن باز تمسک می کنند، برای همون
مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند. اینها مقصد خودشون رو میخواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم اینکه این اسلام است. بلحاظا اون که من عرض میکنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن، و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است، که هر کسی آراء خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. یک کسی مادیست آراء خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به اون رأی خودش تفسیر و تعبیر کند، و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است، اینم هرچه از قرآن دستش میاد باز تعبیر کند و برگرداند به اون چیزی که خودش رأیش است. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم. لذا دست ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من احتمال، به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. لذا برای خاطر این که بعضی آقایون گفته بودن که چند کلمه راجع به این مسائل بحث بشد، من بنا دارم که یه چند روزی در هر هفتهی مثلا یه روزی در یه مدت محدودی یه سوره اول قرآن و یکم از سوره های آخر قرآن را درش صحبت مختصری، چون تفصیل وقت برای من نیست و برای دیگرانم نیست، به طور اختصار بعضی از آیات شریفه را عرض میکنم و بازم تکرار میکنم که این تفسیر جزمی که این است مقصود این است که تفسیر به رأی بشد، نه نیست اینطور. اون طوری که ما به این نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن این بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به یه معنای مقدری مثلا متعلق است. لیکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، به اسم
خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است، اینکه برای اشخاصی اسمی را و برای همه چیز و شریع اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد. زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر می تواند از ذات مقدس هفت یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ما ها میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم به تعلیم او هست میتوانند ادراک بکنند. همه عالم اسم الله است، تمام عالم، چون اسم نشانه است. همه موجوداتی که در عالم هستند اینها نشانه ذات مقدس تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند به عمقش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. اون که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی، موجودی که می شد نباشد، ممکن است باشد ممکن نباشد، این ممکن که هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، این خود به خودی همینطوری وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است. یه موجودی است که به ذات موجود است، یعنی قابل سلب نیست وجود را از او، ازلی است، یه قابل سلبی. دیگر موجوداتی که میشد موجود باشند و میشد هم موجود نباشند، اینها خود به خود وجود پیدا نمی کنند. این محتاج به این است که از خارج یک کسی یک موجودی را ایجاد بکند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمی است اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمی است، واقعیتی ندارد، ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشه این فضا به یه موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشه همینطوری، یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول فضا لامتناهی بودست و حالا اشکالی که در لامتناهی هست و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و اون وقت دنبالش
از این موجود چیز دیگه پیدا شدن، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشد بدون اینکه یک علتی در کار باشد از خارج، یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشد. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشه یه علت خارجی دارد، والا یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشه. یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمای اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد، تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده، یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید او را بگنده. من لحاظا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکنه که یه چیزی میشه باشه میشه نباشد، بی خودی بشد یا بی خودی نباشد. نبودن از بابون که چیزی نیست تا باشد، اون علت نیست هیچ، اما مبدل بشد یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا مزید مسئله اسم گذاری نیست، مثل اینکه ما میخوایم فرض کنید که چیزی را، چراغ را بخوایم بفهمونیم، به غیر اسم میذاریم روش، میگیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید. این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، موجود لا حد است، اگر حد داشته باشد ممکن است که موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست. این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشد، محدود که شد ممکنه. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی، به طور غیر محدود نباشد در او، متبدل میشد اون که ما خیال کردیم واجب، اون واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچه موجودی که مبدع یک ایجاد میشد و مبدع یک وجود میشد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نقص، منتها مراتب دارد. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمی است که و اون علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی هست به طور ناقص، و به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال، اون اسم است. این موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات
هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم هیچی که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارند، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونام هست. این من شین لا یسبه به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. اونها از باب این که نمیدونستن که میشد که یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونها حمل کرده بودن به این که این تسبیح تکوینی نیست. و حالا اون که آیه غیر از اونجا میگه تسبیح تکوینی را، خب ما میدونیم که اینا تسبیح تکوینی یعنی یه موجودی هستن دو علتی هم دارن. خیر، مسئله این نی، تسبیح میکنند. در روایات تسبیح بعضی از موجودات را هم ذکر کردن که تسبیح چی است. در قضیه تسبیح اون سنگریزهی که در دست رسول الله بوده شنیدن که چی میگه. تسبیح نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعض از مثلا مراتب عالیه، مثلا از باب این که خودشون را میبینن که سرچشمه همه ادراکات هستن، بگن که موجودات دیگه ندارن این را، البته اون مرتبه را ندارن. ما هم از باب این که ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم. و چون محجوبیم مطلع نیستیم، و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش و من و شما ازش اجنبی هستیم. الانم میگن که یه چیزهایی معلوم شده است، مثلا در نباتات که همه میگفتند که سابق که اینها مرده هستند، حالا میگن که حتی با چیزهایی که آنتنهایی که هست، صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. حالا این راست باشه یا دروغ به سر نمیدونم، لکن عالم پر هیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسماء الله هستید، زبانتون هم از اسماء الله است، دستتون هم از اسماء الله است. به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله است، زبان شما که حرکت میکند اسم الله است. از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید، خود شما اسم اللهید، حرکات قلبتونم اسم الله هست، حرکات نبضتونم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریفه محتملا میخواد همین معنا رو بفرماید. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز
به اسم الله کزا، ای به اسم الله، ای صحبت از اسم الله است. و همه چیز اسم الله است، یعنی حق است و اسماء الله، همه چیز اوست. اسم در مسمای خودش فانی است. ما ها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هستیم، لکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشه اند، برمیگردن به حال اولشون، برای اینکه ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله نور و سماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هر چیه تحققی دارد، این نور است، یه ظهوری دارد، این نور است. ما به این نور نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان. حیوانات هم همینطور نورند، همه موجودات نورند و همه هم نور سما، نور الله هستند. الله نور و سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است، از خداست و اینقدر فانی در اوست که الله نور و سماوات، نه اینکه به الله یتنور و سماوات. این یه نحوه جدایی میفهموند. این الله نور و سماوات و الارض، یعنی هیچ نیستن اینها، یعنی هیچ موجودی در عالم ما نداریم که یه نفع استقلالی داشته باشد. استقلال معناش این است که از امکان خارج بشد و به حد وجود برسد و موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که می فرماید به اسم الله، الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، این نه این است که مقصود محتملا این باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیتی است که این واقعیت این طوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتنت هم با اسم الله است. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات، یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین و آسمان است، هر چیز، همین موجود تسبیح میکند. و با اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همون جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع میشد از همون جلوه است. و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد و هیچ موجودی از خودش چیز ندارد، خودی در کار نیست. کسی بیستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدأ نور، خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم است. اون وقتم که داری باز از خودت نیست، اون وقتم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست، این چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که می کنیم ما و حمدی که می کنن همه و ثنایی که می کنن همه و ثنایی که می کنیم ما با اسم الله هست، به اسم الله هست، به سبب اسم الله هست.
و اینم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یه جلوه ای از تعالی است که جامع همه جلوه هاست، که رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، این رحمت است، اصل وجود رحمت است. حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است، رحمت واسعی که همه موجودات را در زیر پوششش است. یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشون رحمت. رحمت و الله به اسم الله همون جلوه ایست که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز بدهد. این اسم جامع است، این اسمی است که باز جلوه است. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم. اسمش اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم، همه اینها اسمان جلوه ها هستند و با این اسم الله که جامع همه کمالات هست به مرتبه ظهور و رحمان و رحیمش را ذکر فرموده است از باب اینکه رحمت است و رحمانیت است و رحیمیت است و اوصاف غضب و انتقام اینها تبعی است، اون که به ذات است ایناست. رحمت به ذات است و رحمانیت و رحیمیت به ذات است، اونهای دیگر تبعی است. به اسم الله و رحمان و رحیم الحمدلله تمام محامدی که در عالم، هر کمالی، هر حمدی، هر ستایشی که باشد به او باقی می شود، برای اوست. آدم خیال میکند که یک غذایی که میخورد ازش تعریف میکند که چه غذای لذیذی بود، این حمد خداست. خود آدم نمیدونه چه آدم خوبی است، چه فیلسوف و دانشمندی است، این حمدی است، یه ثنایی است، این ثنا برای خداست. خود آدم نمیدونه دیگه. برای چه؟ برای اینکه اون فیلسوف و دانشمند از خودش هیچ ندارد، هرچی از جلوه اوست. اونی هم که ادراک کرده، با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از او هست. آدم خیال میکند که از این مثلا فرش داره تعریف میکنه، از این آدم داره تعریف میکنه. هیچ کس هیچ حمدی برای غیر خدا واقع نمیشه، هیچ ستایشی برای غیر خدا واقع نمیشه. برای اینکه شما هر کس را ستایش کنید به اینکه یه چیزی توش هست که ستایشش میکنید. آدم هیچ وقت ستایش نمیکنید، یه چیزی هست که درش ستایش، هر چی هست از اوست. هر چه ستایش بکنید ستایش او هست، هر چه حمد و ثنا بگید مال اوست. الحمد یعنی همه حمد، هر چه حمد است، حقیقت حمد مال اوست. ما خیال میکنیم که داریم تعریف زید را میکنیم و تعریف عمر را میکنیم، ما خیال میکنیم که داریم از این نور شمس تعریف میکنیم، از این نور قمر، از اون که خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. محجوبیم ما از بابه که نمیدونیم، از واقعیتون محجوبیم، خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. لکن پرده وقتی برداشته میشد میبینیم نه،
همه تعریف مال او است، برای این جلوه او است شما ازش تعریف داری میکنی. الله نور و سماوات و الارض، هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از اوست یعنی این که همون جلوه است از او، یک جلوه با یک جلوه همه عالم وجود شده. و ما گمان میکنیم که خودمون داریم عمل میکنیم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، رمیت و ما رمیت از باب این که جلوه هستی، رمیم به طب اون جلوه است، لیکن ما رمیت جلوه رما، ان الله رما. اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، این دستم جلوه خداست. منتها ما ها محجوب هستیم و نمیدانیم چیه قصه، و همه محجوب هستیم الا اون کسی که به تعلیم خدا معلم هست، اون کسانی که به تعلیم او معلم هستند. روی این عرضی که می کنم معلوم می شد که این احتمال یک احتمالیست که می شد احتمال شدند که این بس متعلق به الحمد باشد، یعنی به اسم خدا همه حمدها همه ثناها مال اوست. جلوه خداست که جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکنه و هیچ ثنایی به غیر واقع نمیشه. نمیتونید شما ثنای غیر را بکنید، هرچه بخواید ثنای غیر را بکنید ثنا او واقع میشه. هرچه خودتو خیال کنید غیره نمیدونید شما، هر چی شما خودتون فشار بیارید که نمیخوام از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کار، هر چی بگید از او هست. نقایص نیست از او. این چیزهایی که وجود پیدا میکند یه جهت وجودی دارد، یه جهت نفس دارد. جهت وجودی نور است، اینش مالوست. نقص مال او، نقیصه ها از اون نیست، لاها از اون نیست، اون چیزایی که نیست. و هیچ تعریف هم برای لا واقع نمیشه، همیشه تعریف ها برای آره واقع میشه، برای وجود واقع میشه، برای هستی واقع میشه، برای کمال واقع میشه. و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال، و اون کمال الله هست، جمالم جمال الله هست. ما باید ایرا بفهمیم و بفهمونیم به قلبمون. اگر ما همین یک کلمه را قلبمون بفهمد، نه همون گفتار باشد، گفتارش آسونه، قلب به قلب رسوندن و این موجود قابل فهم را فهموندن، این مشکل است که قلبم باورش بیاد. یه وقت همینطوری آدم میگه که جهنمی هست و بهشتی هست، گاهیم اعتقادم دارد، اما باور کردنم غیر اعتقاد علمی است، برهانم قائم شده برش، اما باور آمدن یه مسئله دیگه است. اسمت که در انبیا هست دنبال باور است. باورش وقتی که آمد ممکن نیست تقلب بکنه. شما اگر باورتون آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که اگر کلمه ای بر خلاف او بگید گردن شما را میزند، نسبت به این امر معصوم میشید، یعنی دیگر امکان نداره از شما سایر بشه، برای اینکه شما خودتون را میخواید. اون کسی که باورش آمده است که یک کلمه غیبتی وقتی که بکند
این در اونجا به یک صورتی در می آید که زبان انسان به یک صورتی در می آید که همونطور که از اینجا این زبان را دراز کرده و در مکه مثلا غیبت یک کسی را کرده، در اونجا ظهور پیدا می کند. یک زبان از اونجا تا اونجا که یتعه این جمعیتی که در اونجا موجود. اگر کسی باورش بیاید که غیبت ادام و کلاب نار است، کسی که غیبت بکند کلبهای آتش اونا میبلند، نه بلعیدنی که موجود بشد و تمام بشد، بلعیدنی که هستش و میبلندش، اونجا هم که میرد میبلندش. اگر باورش به آدم غیبت نکن. این که ما خدای نخواسته یه وقت غیبت فرض کنید میکنیم، برای این که باورمون نیامد از اونجا را. آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در اینجا انجام میداد یک صورتی در اونجا دارد، در اون عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صورت بد، حساب در کار هست. حالا تفصیل قضیه را فرض کنید که لزوم ندارد، اما این معنا که هر کاری حساب دارد. اگر چنانچه غیبت بکند اونجا محاسبه هست، جهنم است. اگر اذیت کند مؤمنین را، جهنم است اونجا. و اگر خیرات و مبرات داشته باشد بهشت است اونجا. کسی که باورش آمده باشد این را، نه اینکه همون کتاب خونده باشد و عقلش ادراک کرده باشد، بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی، این قلب ها نمیگم قلب، خیلی فاصله است. ادراک عقلی بسیاری وقتا انسان عقلن یه چیزی را ادراک میکند، لکن چون باورش نیامده تبعیت نمیکند. اون وقتی که باورش بیاد تبعیت میکند. ایمان عبارت از این باور است. علم به پیغمبر این فایده ندارد، ایمان به پیغمبر فایده دارد. ایمان به الله، برهان اقامه کردن بر وجود خدای تبارک و تعالی کافی نی، ایمان باید بیارد انسان، یعنی قلب را باورش بیارد، خاضعش کند برای او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش. اگر انسان باورش آمد که یک موجودی، یک مبدعی برای این عالم هست و یه بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است، اگر اینا باورش بیاید این انسان را نگه می‌دارد از همه چیزها، از همه لغزش‌ها. همه سر این است که این باور چطور بیاد. این آیه شریفه که می‌فرماید که به اسم الله الحمدلله، تو من یه تیکش را یه جهتش را حس کردم و من بازم نه این که جزمی میگم این هست، خب محتملات هست. تمام محامد را اگر آدم باورش بیاد که از اوست، دیگه تو دل شرک واقع نمیشه، دیگه برای کسی حمدی که میکند جلوه خدا را. اگر یه قصیده برای حضرت امیر میگن، میفهمد که این برای خداست، برای که او جلوه بزرگ خداست. چون جلوه بزرگ خداست، این فرض کنید مدح بزرگ برای او مدح خداست، مدح جلوه است. اگر آدم باورش بیاد که همه محامد مال او است،
خودش رو کنار میذاره. این که میبینید اینقدر آدم داد لمن الملک میزنه، اینقدر غرور پیدا میکنه، اینا برای این است که نمیشناسه خودش. من عرف نفسه و عرف ربه، نمیدونه خودش هیچ هست. اگر این بفهمه، باورش بیاد که هیچ نیست، هرچه هست اوست. اگر هیچ نیست خودش رو باورش بیاد، عرف ربه، رفت پربردش هم میشناسه. عمده این است که ماها نمیشناسیم، نه خودمون رو میشناسیم نه خدامون رو میشناسیم، نه ایمان به خودمون داریم نه ایمان به خدا داریم، نه باورمون آمده است که خودمون هیچ نیستیم، نه باورمون آمده است که همه چیز اوست. وقتی این باور در کار نبود، هرچه هم برهان برش اقامه بشه فایده نداره، بازم اون انانیت نفسی تو کار هست و اینکه من چه و شما چه. این همه ادعاهای پوچه برای ریاست ها و برای امثال ذالک، این برای این است که اون انانیت هستش. اون انانیت وقتی که باشد که انسان خودشا ببیند، خودشا ببیند، همه بلاهایی که سر انسان می آید از این حب نفس است که آدم خودشو دوست دارد. در صورتی که اگر ادراک بکند و واقعیت مطلب را وجدان بکند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است. منتها غلطی اسمش را حب نفس گذاشته. این غلط انسان را خراب میکند، این اشتباه. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست برای این حب جاه و حب نفس است. حب جاه است که انسان را به کشتن میداد، انسان را به فنا میزد، انسان را به جهنم میبرد. و رأس همه خطیه هام همینه، رأس و کل خطیته همین حب جاه است و حب نفس است و این هاست. همه خطاها منشأش از اینجا بروز میکنند. به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. بلحاظا اون که من عرض میکنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن، و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن، نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است، که هر کسی آراء خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. یک کسی مادی است آراء خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به اون رأی خودش تفسیر و تعبیر کند، و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است، اینم هرچه از قرآن دستش میاد باز تعبیر کنه و برگرداند به اون چیزی که خودش. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفی قرآن مطالبی عرض کنم.
تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون براند، بلکه علمای تراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از امه و چه از خاصه در این باب کتاب‌های زیاد نوشتند و البته مسائی اونها مشکوره است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بوده. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به یه ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست، و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کس دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است، ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیرم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدن و به سنت. حتی یه طایفه از چپی ها و کمونیستان به قرآن باز تمسک می کنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند، اینها مقصد خودشون رو میخواند رأیش است. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم. ولهذا دست ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست که
انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من احتمال، به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. فلازا برای خاطر این که بعضی آقایون گفته بودن که چند کلمه راجع به این مسائل بحث بشد، من بنا دارم که یه چند روزی در هر هفته، مثلا یه روزی در یه مدت محدودی، یه سوره اول قرآن و یکم از سوره های آخر قرآن را درش صحبت مختصری، چون تفصیل وقت برای من نیست و برای دیگرانم نیست، به طور اختصار بعضی از آیات شریفه را عرض میکنم و بازم تکرار میکنم که این تفسیر جزمی که این است